أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بهم نتمنى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت همه مؤمنین و مؤمنات در سراسر عالم. امیدوارم که از دعای خیرشان در این ماه عبادت و ماه اطاعت و ماه رجب ما را فراموش نکنند انشاءالله. خب از اینکه ما دست در تنها هستیم و الان فیلم رو که دیدم، قسمت اول رو، یک قسمتش کلهم این مانیتور پشت سر ما خاموش شده بود. در باره دعای ماه رجب که وارد شده است بعد از هر نماز و هر صبح و شام، نکاتی رو به عرض می‌رساندم که این قسمت دوم است. بعد نیست که از اینجا شروع کنم که در کتاب مفاتیح الجنان هم آمده است. علما از سید ابن طاووس عن محمد ابن دکوان عن معروف به سجاد، اینو که روایت کرده سید ابن طاووس در کتابش، از کی؟ از محمد ابن زکوان. این محمد ابن زکوان کی بوده؟ این یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده. به حدی عبادت کرد، به حدی مناجات کرد و گریه از ترس و خوف خدا کرد که هم به سجاد معروف شد و هم چشمهای خود را از دست داد. به انهو کان یک تر من از سجود و بکا فی حتی ذهب و صار. قال قلت به صادق علیه السلام، این آقای به این بزرگی و این عبادت و تقوا و دانایی، گفت بر امام صادق علیه السلام عرض کردم جعل تو فدا، جانم فدایت. حالا عجب، این ماه ماه عجب هست. علمنی فیه دعا ینفعنی الله به، یک دعایی بر من یاد بده که اون به وسیله دعا نفعی داشته باشن در پیشگاه خدا، که حق تعالی بر من نفعی به واسطه این دعا بدهد، ارتباطم را با خدا محکم بکنم. قال علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن اکتب، بنویس. خیلی در اینها نکته هست که اول این آقای به این بزرگواری ناقل حدیث هست، محدث امام صادق علیه السلام هست، پیشوای شیعیان، و بعد چیزی میخواهد که نفع به خدا باشد، ارتباطش با خدا باشد، یعنی همه چیز. وقتی انسان با خدا مرتبط شد دیگه همه چیز داره. و بعد امام صادق علیه السلام میفهمد اکتب، این دعایی رو که من برای تبیلی هم به تبدیل من، دعایی خیلی مهم نیست، بنویس. چرا بنویس؟ به خاطر که من و تویی که الان در این گوشه دنیا مثلا نشسته ایم، بتوانیم از این دنیا به هر گیریم. اگر همینطوری حضرت میفرمود، خب یا حفظ میکرد یا نمیکرد، یا یادش میرم جملاتی ازش حذف میشد، اضافه میشد، کسر میشد. اما حضرت فرمودن اکتب، بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بسم الله الرحمن الرحیم از آداب راست عرض کردیم. قل فی کل یوم من رجب، در هر روز از ماه رجب این رو بگو، صباحا و مساء،
هم صبح هم شب. و فی اعقاب صلاتک، و هم در تعقیب نمازت. اعقاب یعنی پشت، یعنی دنبالش، بدون مکس. تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها استثناس این است که چسبیده به نماز است. و این رو بخوانیم فی یومک و لیلتک، هم در نمازهای روز و هم نمازهای شب این رو بخوانیم. چی بخوانیم؟ همون رو که عرض کردیم که یا من ارجوه لکل خیر و آمن سخطه عند کل شر، یا من یعطی کثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأل و من لم یعرف تحملا منه و رحمه. که تا اینجا در قسمت اول نکاتی رو به عرض رسانیم، اما از این به بعدش رو میخواییم عرض کنیم. اعطنی به مسئلتی ایاک، ایاک یعنی فقط و فقط، چنانچه ما میگیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین. خدایا ما فقط از تو میخواهیم و از تو کمک میخواهیم و برای تو عبادت میکنیم، فقط و فقط ایاک نعبد، ما فقط بر تو عبادت میکنیم. و ایاک نستعین که اصلش نعبد و ایاک نعبد کار نداریم. اعطنی به مسئلتی ایاک، خدای ما فقط و فقط و فقط از تو میخواهیم. چی؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخره. چقدر جمله این زیبا، هر خیری که در این دنیا هست برای ما بده و هر خیری که در آخرت هست برای ما عطا کن. در کلیپ اول هم عرض کردیم خیر چیست؟ هر کس باید خودش از خود سوال کنه خیر چیست؟ خوبی چیست؟ بهترین چیز چی هست برای اون؟ بهترین هدیه؟ بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم بهترین هدیه مثلا یک خانه خیلی بزرگ هست، یک ثروت سرشار است. نه، اون چیز رو که اونها لازم می‌دارن همه خیره. حالا عرض می‌کنیم یک بچه کودک و کوچیک اگر یک بسته شکلات رو به اصطلاح ما چاکلیت برش بیدیم، خب خیلی به تمنیت میشه، خیلی هم دوست داره، اما این برایش ضرر داره. اگر این بچه کوچیک رو بگی آقا تو امروز از صبح تا به شب این تبلت در دستت، هر نوع بازی که میخوایی بکن، این تلویزیون در اختیارت، هر شبکه‌ای که میخوایی بگیر، من کار بهت ندارم، این خیلی فکر کنه این خیلی هست. نوجوان شد، اگر هیچ به اون امر و نهی نکرده، هیچ کاری به کارش نداشته، شب تا صبح بره با بچه ها بگرده، روز تا بره، شام اصلا درس نخونه، بره بازی بکنه، این فکر کنه این خیلی هست، در حالی که اینا خیلی نیست. یا به اصطلاح خیر برای یک جوانی هست که زیباترین زن دنیا رو بگیره، زیباترین همسر دنیا رو بگیره، یا برای یک خانم فرق نمی‌کنه، اما اینها شاید خیر نباشد. یا یک جوانی می‌خواهد که پولدارترین انسان روی دنیا باشه، خیر اون هست که خدا بر ما ما تلاش خود را بکنیم، ولی از بندگی خدا هم غافل نشیم. اون چیزی که میرسه خیر هست. به عنوان یک فرمول عرض کنم خدمت همه بینندگان، اگر نمازهای واجبت رو سر وقت خواندی، در جماعت خواندی و گناهی در اون روز مرتکب نشدی، کارم کردی، اون روز هر
چی که به دستت رسید خیر هست و هر چی هم که به دستت نرسید خیر هست. ولی اگر رفتی وقت نماز را دادی برای سب دادن، میگی یک مسافر بیشتر دادن، میگم این مشتری را بندازم، اب نداره ده دقیقه از نماز گذشت، اب نداره امروز به مسجد نرفتم، به الله عجب هست، الان مشتریست، این خیلی نیست، اون پولی که در این میانی خیلی نیست، اون مسلمن، حالا من یک طبقه عاجز هستم، ولی من میدانم اینو که اون به شهر باید مصرف میشه، چون وقت عبادت رو دادی، وقتی خدا تو رو میخواهد دادی، حی علی خیر العمل رو دادی به حی علی خیر الدولار. یکی از مغازه‌داران که آدم مؤمنی هم بود، حالا اسم اون منطقه رو نمیبرم، میدیدم که خیلی با عجله بعد از نماز میآید و نماز میخواند و حرکت میکند. یک روز من در دکانش رفتم، در مغازش، گفتم شما چطوری همین وقتی رو که میگذاری بعد از نماز چرا در موقع نماز نمیرید؟ نماز جماعت تان بخوانید. خب چند دلیل آورد، از جمله این دلیل رو که گفت که همون من چون دستم ها هستم در مغازه، همون وقتی که میخواهم مغازه رو ببندم میبینم مشتری یک روش سر هم میارید. من درش یک جمله گفتم، گفتم اگر ناراحت نشی این مشتری ها همه اینها رو شیطان میفرسته، چرا به حد از اون نمیفرسته؟ به عنوان یک طلبه حقیر، به عنوان یک کسی که تجربه کرده، هیچ وقت نماز رو برای هیچ چیز نه، نه بر درس، نه بر کار، نه بر پول، نه هیچ چیز. پیامبر گرامی اسلام وقتی موقع نزدیک به نماز میشد، حدیث داریم، فهمیدم که انه او هیچ کس رو نمیشناسد، هیچ خانواده ای ندارد، هیچ احد رو جز به نماز. ما این که پیغمبر علی علیه السلام هستیم، آیا شایسته است که مساجد ما خالی باشد؟ خیلی عالی است که محرم ما پر هست، ولی خیلی زشت هست که نماز جماعت ما خالی است. ما این که از علی علیه السلام دم میزنیم، علی علیه السلام در وسط جنگ، این وقت ابن عباس میگوید دیدم که چند تا شمشیر میزنه و آسمان رو نگاه میکنه، یا علی چی کار میکنی وسط دشمن؟ در کیرس دشمن قرار دادی، هر آن احتمال داره شمشیر، به تعبیر بنده مواظب جنگ باش. چرا؟ فرمودن من نگاه میکنم که اول وقت نشه، اول وقت نماز نمیم. ابن عباس میگه یا علی موقع جنگ و نماز اول وقت؟ حضرت فرمودن بر چی ما میجنگیم؟ ما برای نماز میجنگیم. من هم عرض میکنم برای چی ما شیعه شدیم؟ برای چی از خیلی از حلاوتهای ظاهری دنیا گذشتیم؟ خیلی از مؤمنین را من میشناسم در همین جا، در همین استرالیا، 20 سال هست آمدن اما تا ساحل نرفتند، تا بیچ نرفتند. این کارشون خیلی مورد تأیید هست. از اینها خودشان رو به خاطر اینکه گناه هست خیلی خوب. اما آیه نماز اول وقت چطور هست؟ از این همه لذت ها ما خود رو گذشتیم و لذت ظاهری دنیا رو نگرفتیم، این همه تفریح هست اینجا، این همه گرده شبهای تفریحی، این همه جوان ها در خیابان، اما خیلی از جوانها می آیند زیارت آل یاسین می خوانند، خیلی ها شبهای جمعه دعای کمیل می خوانند، خیلی ها اصلا بیرون نمیرند، می گن شبها شبهای گناه هست. ولی آیا با نماز جماعت اول وقت همین رو تکمیل کردیم و چی کار می کنیم؟
جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. بهترين خير حي على خير العمل. خير العمل چقدر زیبا گفته این شاعر که الان بزه. خیر العمل محبت زهرا و حیده هست. بله نماز هست، اما یکی از مصادیقش محبت اهل بیت هست. این محبتی را که خدا در قلب ما قرار داده قبرش رو بدانیم و همچنین در آخرت بخواهیم ما را با اهل بیت محشور بکنیم. ولی بگذارید این دعا را بگم که دعا ترجمهش این هست: خدایا هر خیلی رو که بعد محمد و آل محمد نازل فرمودی بر ما هم بده و هر شرقی به گناه رو محفوظ کردی ما هم محفوظ. خب وصرف عنی به مسئلتی یا خدایا از ما در گذر، دفع کن. چی رو؟ حالا ببینیم برای هست این سکرین به فقط و فقط از تو میخواهم که اینها رو دفع کن از من، جمیع شر دنیا و جمیع شر آخره، همه شر دنیا و همه شر آخره. این جمیع رو به خاطر آوردن چون این جمیع اول شر دنیا و شر آخره هم میتونه بخونه، جمیع شر دنیا و شر آخره چون همون معنی رو میدن. همه بدیه ها و شر که شما میدانید، ذات اقدس الهی خودت میداند چی بر من شر هست. عصا انتکره خیرن فهو شر لکن، عصا انتکره خیرن شرن فهو خیر لکن. ما نمیدانیم چی شر هست چی خیر هست. اینها از ما دفع کن شرور و بالاترین شر این هست که ما تقوا داشته باشیم. بالاترین شر این هست که ما به یقین نرسیم، به محبت واقعی اهل بیت، به مودت واقعی اهل بیت اسمت و طهارت نرسیم. بدترین روز و شرورترین روز اون هست که نماز ما قضا بشه، نماز ما از اول وقت میفته، از جماعت ما اون روز دور بشویم و نتوانیم به جماعت برسیم. چرا این همه رو میخواهم؟ فإنه غیر من پوس ما اعطاید، به خاطر میدانم که ذره‌ای از تو کم نمیشود. و زدنی من فضلک یا کریم، خدایا از این بیشتر من تو قرار و زدنی من قبولی که یا کردی. خدای من میدانم اگر من گناهکار رو بهترین بنده قرار بدی، اگر من گناهکار رو عالم، دانا، عامل، زاهد، پاسا، با تقوا، با یقین قرار بدی، هیچی از تو کم نمیشه. اگر یک جوان بگه همه خوبی ها را، همه خانه خوب، زن خوب، اولاد خوب، همسایه خوب، رفیق خوب، فامیل خوب، همه چیز خوب بگه، از تو چیز کم نمیشه. و در آخرت هم اگر همه اینها را عطا بکنی چیزی از تو کم نمیشه. و زد میبین پادر که یا کریم، خدا بیشتر از این هم بده از فضل، از کرم. کریم یعنی کسی که بدون این که ما درخواست بکنیم و ما عطا بکند. یادن جلال و اکرام، ای صاحب جلال و بزرگواری، صاحب کرامت، یادن نعما ایونجود، ای صاحب همه نعمت ها. جوانان همینجا عرض کنم، گولی این رو نخورید که یک ابنی که بی دین هستن، بی ایمان هست، بی تخواست، بیشتر از شما دارد، بهتر از شما زندگی می کنند در ظاهر، چند میلیون دارد در حساب بانک، اونا خیلی صلاح نبوده، وگرنه همه اون ما مطمئنیم که از خداست،
اگر خیر و صلاح ما می بود امروز مؤمنین ما پولدارترین بودن. حدیث داره اگر ترس دوری از دین برای مؤمنین نبود، اهل بیت می فرماید خدا همه خانه های اینها را از طلا و نقره و به اصطلاح جواهرات می ساخت، یعنی تمام قشت های شست را درست می کرد و پیش خدا آسان است که پولدارترین انسان های روی زمین همین مؤمنین را قرار دارد. ولی سه چیز فرق، پیری و قدرت، اینها اگر از انسان به اصطلاح گرفته می شود یک مقدار انسان چون به خود می آید، سلامتی از انسان گرفته می شود، می بینید که دعای کنه می آید، وقتی که قرضدار هست می آید نماز شب می خواند، ولی وقتی که پولدار هست مثل که الان در این جامعه ما خیلی الحمدلله زندگی خیلی خوبی دارن، ماشین خیلی خوبی دارن و می توانند خودشان رو به مساجد برسانند، بعضیش خودشان میگن ما وقتی که فقیرتر بودیم، نادارتر بودیم، در خانه های مستعجیبی زندگی میکردیم بیشتر به مسجد میامدیم، الان که خانه های ما از 1000 متر بالا شده کمتر میاییم. آیه قرآن میفرماید اون وقتی که انسان غنی میشود اون وقت طغیان میکند. لذاست که ما همینجا عرض کنیم از همه مؤمنین و مؤمنات بخواهیم که انشاءالله قدر این سه ماه را بدانند، از این دعاها استفاده بکنند. یا در من مبقاوی حرم شیبتی علی الناس، خدای این ریش ما و این محاصل ما رو از آتش جهنم نجات بده، آتش جهنم رو بر این محاصل ما به اصطلاح حرام کن. چنانچه حضرت فرمودن که حضرت اینطوری با دست چپ محاصل شریف و با دست راست با انگشت سبا و اشاره فرمودن و از یاد جلال در اکرام خواندن. چقدر خوب هست جوانان که این محاسن خود رو در راه قرآن، در راه دعا، در راه اهل بیت، مخصوصا در راه امام حسین علیه السلام سپید کنه. چقدر زیبا هست اونهایی که لقب پیر غلام ابا عبدالله رو گرفتن، محاسن سفید، اما میگویند ما همه این تارتار این محاسن رو در راه حسین حسین و در راه مجالس امام حسین سفید کردیم، پیر غلام امام حسین علیه السلام شدیم، که همینجا دلها را میبریم به کربلا و یک سلامی به ارباب بی کفن خود. این جلسه را ختم السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا هر کجا نشستی دست عدد به سینه بزن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب حسین.
همه اموات، پدران، مادران، حقداران، استادان، همین چند بیت شعر را میخوانم. منم آن عاشق دلخسته دیدار حسین، منم آن خادم دلبسته به دربار حسین. صلی الله علیک یا مظلوم.